افسانه ها میگن که توی کوههای اسکاندیناوی که خوراک 13 بدره، یه غول سنگی به اسم شاه کوهستان خوابیده و تنها چیزی که میتونه بیدارش کنه اینه که پرنسس قصه ما تا 18 سالگی ازدواج نکرده باشه. به خاطر همین داستان شاه اریک در به در به دنبال خواستگار برای دخترش کریستین میگرده تا یه وقت اون کونگوشاتی که گرفته وسط کوه خوابیده پا نشه بیاد دخترشو ببره. یکی از روزای بچه ماهیدار به اسم شاهزاده فردریک میاد و با اسب سفیدش جلوی قصر تکچرخ میزنه. همه هم براش دست میزنن. خلاصه اریک به کریستی میگه دوبار کنکور افتادی، گفتم اشکال نداره، بیا برو زن این یارو بشو، درس مرسم بذار کنار جون مادرت، به درد درس نمیخوری. و برخلاف میل کریستین یه عکس از فردریک میده بهش تا کریستین نگاش کنه و عاشق فردریک بشه. با این حال کریستین شبونه با اسب فرار میکنه، با یه چاقو توی پیشونی نقاشی فردریک از اونجا میره. این وسط یه پسر به اسم اسپن حواسش نیستش و تو جنگل میخوره به اسب کریستین و میفته توی دریاچه. کریستین هم میاد بهش کمک میکنه ولی اسپن دستشو میگیره و میکشونه داخل آب تا تلافیش رو در بیاره. ماشاءالله پسر، به این میگن حقوق برابر. خلاصه قضیه تموم میشه و کریستین به اسپن محل نمیذاره تا اینکه اسپن یه تیکه نون پنیر سبزی از کیفش در میاره و با هم دیگه میخورن. کریستین که چند روز چیزی نخورده همه چیز رو میخوره و میگه ممنون داداشی و از اونجا میره. اسپن برمیگرده به مزرعهشون و برادرش پر و پال رو میبینه که وقتی که اسپن پی دختر بازی بوده اینا داشتن سخت کار میکردن و جای اسپن هم کار میکردن بنده خدا. به خاطر همین داداشش از دستش عصبانی هستن. بدبختی روی بدبختیاش اضافه میشه و باباشون هم میاد و میگه که کلاغا ذرتهاشون رو نیست و نابود کردن، چون آقای اسپن یادش افتاد که متحسک ها رو سر هم دیگه کنن، هرچی که پول داشته خرج دختره کرده و حالا هیچی ندارن بخورن. خلاصه باباشون پر و پر رو میبره شکار رو، به اسپن میگه که خونه بمونه تا برگردن. همینطور که اسپن کنار آتش نشسته و داره فکر میکنه با خودش، یه صدای قرش مانند از بیرون میشنوه و فکر میکنه که یه غول حمله کرده. پس میله هیزم رو برمیداره و تمرین شمشیر زنی میکنه تا اینکه تیکه آتش میفته روی موکت زیر پاش و اینجوری میشه که آتش به پا میشه. خب اسپن هممون رو بدبخت کردی خداوکی، تو یه روز زدی نیست نابودمون کردی. اسپن تمام تلاشش رو میکنه تا آتش رو خاموش کنه ولی کاری از دستش بر نمیاد و کل خونه میره رو هوا. خدای تو این حالت هم باشی بری پیش رفیقت درد و دل کنی باهاش، تو این شرایط باشی بازم رفیقت میگه من از تو بدترم. در همین حال کریستین داره به فرار ادامه میده و اون هم این صدای قرش رو میشنوه و آقا کوه از راه میرسه تا کریستین رو با خودش ببره و درباره مهری و اینجور چیزا با هم دیگه حرف بزنن. آخه لامصب تو کجا این دختر جا میشی؟ خلاصه صبح میشه و برادر اسپن با باباشون از راه میرسن و میبینن که اسپن خونه رو به فنا داده و تنها عکسی که از مادرشون داشتن هم سوخته. بنده خدا باباشون شبا با همون یه عکس با خودش حال میکرد، اونم سوخ رفت هوا. اسپن سعی میکنه که خودش رو توجیه کنه و میگه به خدا صدای غول اومد و منم جوگیر شدم، ولی اینا باورشون نمیشه و باباشون اسم اشرت رو به اسپن میده. به فارسی میشه خونه خراب کنه خودمون. بگذریم. کمی بعد فردریک و بچه معلاش میان و از اونا میپرسن که یه داف حق به اسم کریستین ندیدی؟ اسپن موقع جواب دادن هول میکنه و فردریک بهش حمله میکنه تا زبون باز کنه، ولی باباش میاد به کمکش و به فردریک میگه که این پسر اسکل مسکل شما ببخشید. وقتی که بحث غول میاد وسط، فردریک میگه که شاه قول داده که هر کی که کریستین رو نجات بده باش ازدواج میکنه و نصف سرزمین به علاوه یه آپارتمان 80 متری دو خوابه رو هم بهش اهدا میکنن. بعد از اینکه فردریک و آدماش میرن، بابای اسپن هر چقدر پول ته کارتش مونده برای پسراش کارت به کارت میکنه و میگه برین و شاهزاده رو پیدا کنین که بدبخت شدیم هیچی نداریم. اسپن هم میخواد کمک کنه ولی پدرش بهش بیلاخ هم نمیده و میفرستدش به کارش. اسپن به برادرش ملحق میشه و هر چیزی زمین پیدا میکنه رو برمیداره، مثل یه کلاه خود و یه آینه شکسته و یه پوست خرس. بعد از کمی پیاده روی داداشا صدای کمک خواستن یکی رو از توی جنگل میشنون. پروپل اهمیتی نمیدن ولی اسپن میره سراغ صدا و یه جادوگر میبینه که یه تیکه چوب توی کون چیزه توی کمرش گیر کرده. اسپن چوب رو در میاره و ته مونده قضاش هم میده به جادوگر و در عوض ازش درباره شاهزاده میپرسه. جادوگر میگه که شاهزاده رو لولو برد، یا همونی که احمدی نژاد گفت اون ممر رو لولو برد، و اگه بخوای لولو رو بکشی بعد از شمشیر مخصوص استفاده کنی که توی باتلاق خیلی خطرناکه. اسپن ازش میپرسه چطوری بره سراغ شمشیر و جادوگر یه نقشه بهش میده. اولش نقشه خالیه ولی اسپن با احترام از نقشه خواهش میکنه و نقشه راه رو نشون میده. گوگل مپ داشتن وقتی گوگل مپ مد نبود. شب میشه و اسپن تنهایی با اون کلاخودی که از روی زمین پیدا کرده استفاده میکنه تا یه سوپی چیزی درست کنه. از اون طرف اریک برای اینکه باعث شده که دخترش فرار کنه ناراحته و خبر میرسه که اسب کریستین کنار یه دندون غول پیدا شده و نتیجه میگیرن که غول کریستین رو برده. صبح فرداش کریستین توی غار بیدار میشه و راه خروج نداره. در همین حال پروپل توی جنگ
جنگل یه سبد پر از سیب طلایی توی جنگل پیدا میکنن و تصمیم میگیرن که نفری یه دونه بخورن، ولی اینقدر سیبا خوشمزن که همشون رو میخورن. کمی بعد یه گروه از دخترها میان پیش پروپل و به بهونه اینکه میخوان بهشون توتی نشون بدن اونا رو با خودشون میبرن. از اون طرف اسپن داره نقشه رو دنبال میکنه که داداشاشو میبینه که دارن همراه دخترها میرن و میره سراغشون، ولی راه بسته میشه و اسپن از روی زمین یکی از همون سیبا رو پیدا میکنه و میخوره. بعدش یه راه دیگه پیدا میکنه و میره داخل. وقتی که اسپن وارد لونه دخترها میشه میبینه که داداشاش سر میز نشستن و دارن یه دل حسابی از عزا در میارن. اسپن هم میشینه سر میز و میخواد غذا بخوره که میفهمه که همه غذاها توهمی بیش نیستن و اون دخترها یه مش جادوگرن. یکی از جادوگرها به اسپن از اون سیبا تعارف میکنه و اسپن میفهمه که توی سیبا جادو هستش و اونا رو دارن با این کار جادو میکنن. اسپن برادرشو از سر میز برمیداره و میبره یه گوشه نفری یه سیلی میزنه توی گوششون تا اینکه اونا رو از توهم در میاره. اونا هم متوجه قضیه میشن و از دست جادوگرا فرار میکنن. پسرا به راه ادامه میدن و از اون طرف کریستین هم همه سوراخ سنبای قار رو امتحان میکنه تا بتونه که فرار کنه، که ناگهان یه دست بزرگ در قار رو باز میکنه و چند تا استخون میذاره برای دختره تا گشنه نمونه. به سگ مگه غذا میدی پوفیو، زن آیندهت مثلا. کریستین هم نمیخواد قول رو عصبانی کنه، تظاهر میکنه که داره میخوره. در همین حال پسرا میرسن به یه روستا و میرن داخل یه رستوران. رستوران که چه عرض کنم، شما فکر کنید رفتید پیش عمو حسن میخواین املت بخورید، اونا میخواین چیزی بخورن که فردریک و رفقاش هم میان همونجا تا املتی بزنن. پسرا میشینن سر میز و اسپن گوگل مپشو در میاره و به داداشاش نشون میده. فردریک متوجه این موضوع میشه و میاد بالا سرشون و میگه که اون و کریستین همدیگه رو دوست دارن و باید با همدیگه ازدواج کنن، پس بهتره سرنخی چیزی دارن بدن تا جایزه خوبی گیرشون بیاد. پروپل موافقت میکنن که نقشه رو بفروشن تا با پولش بتونن دوباره خونه رو بسازن، ولی اسپن میگه که اگه کریستین فردریک رو دوست داشت فرار نمیکرد. پس فردریک عصبانی میشه و میگه که نقشه رو بهش بدن. همون لحظه پیشخدمت آش رشته‌ای که اسپن سفارش داده بود رو میاره و اسپن کاسه آش رو میچپونه توی صورت فردریک. خلاصه نگم براتون که رستوران تبدیل میشه به محل جنگ. بعد از کش و مکش های طولانی داداشا موفق میشن که فرار کنن، ولی فردریک و رفیقاش دنبالشون میکنن، لبه یه صخره گیرشون میندازن. اسپن تظاهر میکنه که میخواد گوگل مپ رو بده، ولی توی لحظه آخر برمیگرده و با داداشاش میپره توی آب. خلاصه داداشا از تو آب در میان و با اسپن دعوا میکنن، چون که راحت میتونست پول رو بگیره و الان ایلو طایفه فردریک باهاش دشمن نمیشدن. بعدش بین داداشا فوش و دعوا راه میفته و با همه این تو اینها اسپن به همراهی برادرش ادامه میده. بعد از مدتی اونا میرسن به اون باتلاق خطرناک و اسپن رو گم میکنن. توی اون مه غلیظ فردریک و افرادش پر و پل رو خفت میکنن و نقشه رو ازشون میگیرن. از اون طرف اسپن میرسه به همون دریاچه‌ای که توی نقشه دیده بود و بدون اینکه متوجه هیولاهای داخل دریاچه بشه شیرجه میزنه و شمشیر رو از کف آب میکشه بیرون. هیولاها هم بهش حمله میکنن، ولی اسپن موفق میشه که شکستشون بده و فرار کنه. بعد از چند ساعت فردریک و افرادش به کمک نقشه از باتلاق خارج میشن و توی جنگل استراحت میکنن. یه جوجی بر بدن میزنن. اسپن از باتلاق خارج میشه و تصمیم میگیره که داداشاش رو نجات بده. پس پوست خرسی که توی راه پیدا کرده بود رو میپوشه و آدمای فردریک رو میترسونه. ولی یکیشون که خیلی گنده مونده است به خرس تنه میزنه و میفهمه که اسپن که پوست خرس رو پوشیده. حالا اسپن رو هم قل و زنجیر میکنن و فردریک میگه که میخواد که وقتی که به قول رسیدن از اونها به عنوان تومه استفاده کنه و اگه که کریستین باهاشون همکاری نکنه اون رو هم میکشن. شب میشه و وقتی که توی جنگل کمپ کردن داداشو به درخت بسته شدن و ناگهان صدای غول رو میشنون که داره نزدیک میشه. فردریک و افرادش فرار میکنن. اون به دوتا از آدماش میگه که بمونن تا با ترول بجنگن تا بقیه فرار کنن. داداشو خودشونو توی آخرین لحظه با یه تیکه سنگ آزاد میکنن و میرن توی تنه درخت قایم میشن. اون دوتا بنده خدا هم له میشن و فردریک از درخت بالا میره. با این حال غول ولکن نیستش و با کشتن بقیه فردریکو میذاره جیب بغلش. حالا که همه چی ساکت شده داداشو فکر میکنن که اوضاع آروم شده و از تنه بیرون میان، که توی همون لحظه غول میاد بالا سرشون و پل رو هم میذاره توی جیب بغلی جیبی که فردریکو گذاشته بود. بعدش میبینیم که غول برمیگرده به قار و پل و فردریک رو میندازه پیش کریستین. بعد از عزاداری برای برادر از دست رفتهشون اسپن و پل شروع میکنن به گشتن و شمشیر افسانه‌ای رو پیدا میکنن و میرن و میرسن به کوه مخفیگاه غول سنگی. بعد از کمی گشت و گذار اسپن میفته داخل چاله و از شانسش شمشیر نمیذاره بیفته داخل چاله و خیلی تصادفی اون چاله وصل به غاری که کریستین و بقیه توش هستن. اسپن و پر با تناب کریستین پل و حتی فردریک هم با خودشون میکشن بالا. حالا شانستون رو امتحان میکردش از قوله از پسرا بعدش نمیام فردریکو میذاشید اونجا. اونا شروع به فرار میکنن و میرسن به قوله سنگی که خوابیده وسط غار و دمش جلوی راه خروج رو گرفته. پس اونا باید بدون اینکه قول رو بیدار کنن از رو دمش بپرن. همه موفق میشن ولی فردریک میخوره به دم قول و بیدارش میکنن.
اونا از غار خارج میشن و میخوان که کوه رو برن پایین، ولی کریسین میگه که اونطوری غول بهشون میرسه و بهتره که کوه رو برن بالا، چون که آفتاب به زودی طلوع میکنه و تنها نقطه ضعف غول هم آفتاب هستش. وسط های راه فردریک کم مونده که بیفته که بازم اسپن کمکش میکنن، ولی فردریک قایم میشه زیر سنگ و به بقیه کمک نمیکنه. ای کسافت. سر آخر همه میرسن نوک کوه و غول میرسه بهشون. اسپن با شمشیر بهش ضربه میزنه ولی غول به هیچ چیش نیستش و با یه ضربه کاتدار اسپن رو شوت میکنه یه گوشه. پرم از اون طرف تلاش خودش رو میکنه ولی غول اون رو هم میندازه گوشه و بیهوشش میکنه. اسپن به کریسی میگه که غول رو معطل کنه تا ببینه که چه خاکی میتونن به سرشون بریزن. توی لحظه آخر اسپن یاد آینه شکسته میفته که توی راه پیدا کرده بود و برش میداره و با منعکس کردن نور خورشید توی چشمای غول، غول تبدیل به سنگ میشه. دالاشا و کریسین هم همدیگر رو سرپا میکنن و کریسین غول رو هول میده و غول میفته و خورد میشه. همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه و برادرها به همراه کریسین میرن به قلعه و دختر مردم رو تحویل میدن به پدرش. اریک از اونا تشکر میکنه ولی میگه شرمندم، خبری از ازدواج نیستش. این دختر ممکنه دوباره پاشو بره و فرار کنه. اسپن هم میگه اشکال نداره داداش، پولش کارت به کارت کن، یکی بهترشو میگیرم، قرمه سبزی هم برات باشه. به به. داداشو به خونه برمیگردن و باباشونو بغل میکنن. اسپن نزدیک نمیشه چون که فکر میکنه که باباش هنوز ازش ناراحته، ولی پدرش بغلش میکنه و هر دو از هم دیگه معذرت خواهی میکنن. باباشون همچنین معذرت خواهی میکنه که به اسپن گفته خونه خراب کن. چند هفته میگذره و خانواده اسپن دوباره خونه رو میسازن. کریسین هم گهگاهی به اسپن سر میزنه و با هم دیگه میرن دور دور و قراره بله دیگه قرمه سبزی ها رو با هم دیگه بخورن. نتیجه اخلاقی فیلم، یک کیف بگیرید دستتون، هر چرت و پرتی از رو زمین دیدید بردارید بندازید داخلش.